سلام به همه دوستان عزیز. با فصل دوم آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار سیما فوری در خدمت شما هستیم. در آموزش میخوام تنظیمات صفحه نمایش نرم افزار سینما فوری آتادن رو به شما آموزش بدم. خب چه دید ما در سینما فوری چگونه باشه؟ ما یک مدل رو چگونه ببینیم؟ تنظیمات ظاهری و متنی سینما فوری یا چگونگی کار با ابزارهای موو و روتیشن و زوم و زوم بک به این شکل. خب من یک مدل رو ایجاد میکنم. کسایی که برای مدل سازی میخوان با نمازات سینما فوردی کار کنن باید این سری قوانین رو بلد باشن. قسمت دیسپلیس، الان ما داریم جسم و همراه با سایه میبینیم. نگاه کنید این سایه هایی که اینجا شده، جسم رو همراه با سایه میبینیم. خب قسمت دیسپلیس من گرند شیدینگ رو انتخاب کنم. جسم رو همراه با سایه و سگمنت های مدلمون. سگمنت یه سری قوانینی هستن برای انیمیت و ساخت مدل سگمنت به کار میره. همچنین دیسپلیس کویک شیدینگ مثل همونه، جسم همراه با سایه نشون داده میشه. دیسپلیس کویک شیدینگ لایکس، بازم سایه همراه با سگمنت ها و جسممون. کانستنت شیدینگ فقط جسممون داره نشون داده میشه، یعنی دیگه سایه و سگمنت ها و فقط جسمون نشون داده میشه. Constant and Shading Line در این قسمت فقط جسممون همراه با سگمنت ها، و همچنین قسمت Lines فقط سگمنت ها. اوکی، برای مدل سازی این سری قوانین خیلی مؤثر و مهم هستن. اوکی، مثلا من یک مدلی میخوام بسازم. نگاه کنید این مدل رو تبدیل میکنم. حالا شما تو فست های دیگه در مورد این سری قوانین به شما آموزش میدیم. خب مثلا این قسمت میخوام بایش بدم، باید سگمنت ها رو تعیین کنم، سگمنت ها رو تنظیم کنم. نگاه کنید به این شکل. پس مثلا سگمنت ها رو من ببینم، دید سگمنت ها داشته باشم. حالا در قسمت Edit Preferences من میتونم تعیین کنم که سینما فوردی من چگونه باشه. Language زبان سینما فوردی من فعلا فقط زبان انگلیسی است، فقط زبان انگلیسی، زبان های دیگه هنوز اضافه نشده. و همچنین اینجا تعیین میکنم که سینما فوردی من منوی ظاهر سفید باشه یا سیاه، Like سفید و دارک سیاه، که برای کسایی که دوستان منوی سینما فوردی شکل ظاهریش سفید باشن میتونن اینجوری سینما فوردی خودشون رو تنظیم کنن. و همچنین فونت سینما فوردی، نه منظور فونت نوشته هست، فونت اولیه سینما فوردی که بخواید شما یک نوشته ایجاد کنید من میتونید تو این قسمت تنظیم کنید. و همچنین فونت دیگه برای قسمت نوشته هایی. خب قسمت نویگیشن من میتونم اینجا تعیین کنم چگونه من بتونم روتیشن کنم در سینما فوردی. گفته بودیم تو فصل اول، گفته بودیم که چگونه ما میتونیم تو سینما فوردی روتیشن کنید. خب کلید آلت رو نگه میداریم و کلید سب میکنیم روی مدل ما. نگاه کنید الان من به طرف راست میبرم، نگاه کنید به طرف چپ داره روتیشن میشه. چپ میبرم به طرف راست. ما میدونم اینجا قسمت رفرنس اوربیت رو تیک کنم به طرف راست ببرم، اینم به طرف راست میره. نگاه کنید یعنی برعکس میشن. چه برای کسانی که همچین عادتی دارن خیلی پرکاربرد و خوبه. خب ممنون از دوستان، تا فصل بعدی خدا نگهدار.